پاریس شهرداری منطقه 1، گرامی داشت 30,000 شهید سربدار در 30 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، فراخوان به محاکمه سردمداران رژیم آخوندی به خاطر جنایات علیه بشریت. روز جمعه 12 مرداد 97 به مناسبت 30 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی توسط رژیم آخوندی در تابستان سال 67، کنفرانسی در شهرداری منطقه 1 پاریس که از 9 مرداد شاهد برپایی نمایشگاهی در گرامیداشت یاد شهیدان سرفراز این قتل عام است برگزار شد. در این برنامه شرکت کنندگان نخست از نمایشگاه قتل عام 67 بازدید به عمل آوردند. در این نمایشگاه تصاویری از شهیدان سربدار قتل عام، مزارهای دست جمعی و همچنین اسناد جنایات علیه بشریت همچون فتوای خمینی به منظور کشتار همه مجاهدین زندانی، تصاویر و سوابق اعضای هیئت‌های مرگ خمینی و نیز فراخوان‌ها و موضع‌گیری‌های بین‌المللی و دستاوردهای جنبش دادخواهی در معرض بازدید گذاشته شده است. در کنفرانس شهرداری منطقه 1 پاریس، ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه 1 و سایر سخنرانان بر ضرورت تحقیقات بین المللی به منظور محاکمه عاملان قتل عام 67 به عنوان جنایت علیه بشریت تاکید کردند. آقای لوگاره تاکید کرد که هر چه زمان می‌گذرد، به یمن تلاش مقاومت ایران و زحمات خانواده‌های شهیدان، پرده‌های بیشتری از این جنایت برداشته می‌شود. سپس سرفناز شیدساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت را به کنفرانس در شهرداری منطقه 1 پاریس قرائت کرد. خانم رجوی در بخشی از این پیام، اقرارهای سران دیکتاتوری آخوندی در دفاع از قتل عام 67 را اسناد تازه‌ای درباره جنایات علیه بشریت توسط آخوندهای حاکم دانست و افسود، قتل عام شدگان الهام بخش جامعه ایران به ویژه جوانان هستند. در قیام‌های 8 ماه اخیر تظاهر کنندگان به یاد شهیدان قتل عام شده و تحت تأثیر آنها هستند. خانم رجوی ضمن تشکر از شهردار منطقه 1 پاریس به خاطر دفاع از حقوق بشر در ایران تأکید کرد. در همین هفته مردم شهرهای کرج و اصفهان و شیراز و بسیاری دیگر از شهرها به تظاهرات خیابانی علیه آخوندها دست زدند. این اعتراضات در 8 ماه گذشته در سراسر ایران ادامه یافته است. این اعتراضات موقعیت آخوندها را به شدت به خطر انداخته است. آنها برای خروج از بحران می‌خواستند در یک سوء قصد تروریستی گردهمایی سالانه مقاومت در پاریس در 9 تیر را هدف قرار بدهند. در این برنامه همچنین آثاری از زندانیان از بند رسته از زندانهای رژیم آخوندی درباره حماسه‌های خاموش شهیدان قهرمان قتل عام 67 معرفی شد. گزارش مشروع کنفرانس در شهرداری منطقه 1 پاریس متعاقباً از سیمای آزادی پخش خواهد شد. شهرداری منطقه 1 پاریس در پایگاه اینترنتی رسمی خود درباره نمایشگاه یادبود شهیدان قتل عام 67 اعلام کرد. در تابستان سال 1988
رژیم ایران ده‌ها هزار زندانی سیاسی را در سراسر ایران به طور خودسرانه اعدام کرد. این رژیم هرگز این اعدام‌ها را به رسمیت نشناخته و هیچ گونه اطلاعاتی را درباره تعداد زندانیان اعدام شده ارائه نکرده است. این کشتار در اواخر ژوئیه سال 1988 شروع شد و به مدت چند ماه بی‌وقفه ادامه یافت. تا پایان این قتل عام در پاییز همان سال 30,000 زندانی سیاسی که اغلبشان از سازمان مجاهدین خلق ایران بودند اعدام شدند. شهرداری منطقه یک پاریس خاطر نشان کرد عفو بین الملل به تازگی تلاش‌های رژیم ایران را برای از بین بردن آثار گورهای دست جمعی قربانیان این قتل عام وحشتناک محکوم کرده است. قتل عامی که همچنان بدون مجازات باقی مانده است.